برز سلام به اخبار امروز دوشنبه 24 میزان از چینل ملی افغانستان خوش آمده. سرپرست وزارت معدن و پترولیم با سرمایه گذار استرالیایی دیدار کردن. شیخ شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم با یک تن از سرمایه گذار کشور استرالیا دیدار کرد. در این دیدار دو طرف در مورد فرصت های موجود سرمایه گذاری در کشور فراهم بودن امنیت سرتاسری و جلب و جذب سرمایه گذاری های خارجی بحث و گفتگو کردند. کمک 5 میلیون افغانیگی تاجران فرا به زلزله زدگان هرات. اتاق تجارت ولایت فرا 5 میلیون افغانی پول نقد از تاجران این ولایت برای کمک به زلزله زدگان هرات جمع کرده است. این مقدار کمک نقدی امروز دوشنبه از سوی هیئت گماشته شده مقام ولایت فرا به کمیسیون جمعوری کمک ها در ولایت هرات سپرده شده است. سه گردشگر روسی از آستوبه توپدره پروان دیدار کرده است. مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت پروان میگوید سه گردشگر از کشور روسیه با سفر به این ولایت از ساحه تاریخی و باستانی آستوبه توپدره در حومه شهر چاریکار دیدن کردند. کمک های بشر دوستانه چین به ولایت هرات رسید. محموله کمکی بشر دوستانه کشور چین به ارزش 30 میلیون یوان چینی معادل است با 4.1 میلیون دلار به هرات رسیدن. این کمک ها شامل مواد خوراکی، خیمه، کمپل، مواد و تجهیزات طبی می شود. خلیفه سراج‌الدین حقانی میگوید برای حفاظت از آزادی، امنیت و برای حفظ امنیت وحدت نیاز است. خلیفه سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله در جریان سفرش به ولایت پکتیا در دیدار با شماره از میرسفیدان، بزرگان قومی، مسئولان محلی و جوانان ولسوالی زیروک این ولایت گفت باشندگان این ولسوالی به هدف حاکمیت نظام اسلامی در کشور رنج های زیاد کشتند. خلیفه صاحب افزود برای حفاظت از فتح و آزادی، امنیت برای حفظ امنیت و وحدت نیاز است. در همین حال باشندگان این ولسوالی سفرهای مقامات به بخشهای مختلف کشور را ستایش کرده و میگوید که بزرگان امارت اسلامی از دلسوز و نمایندگان حقیقی مردمند. آغاز کار بازسازی گمرک های بلخ و تخار. وزارت مالیه میگوید کار بازسازی برخی ساختمان های گمرک حیرتان در ولایت بلخ و گمرک آی خانم در ولایت تخار به ارزش 7.7 میلیون افغانی از سوی ریاست عمومی گمرکات آغاز شده است. این پروژه ها شامل بازسازی هنگرها، ساخت دفاتر، ساخت آرشیف و بازسازی ساختمان اداره گمرک آی خانم می شود. تعداد قربانیان حملات حماس به اسرائیل بیش از 1400 نفر رسید. تعداد قربانیان حمله غافل کننده حماس به اسرائیل در هفته اکتبر بیش از 1400 نفر رسید. نیروهای دفاعی اسرائیل روز یکشنبه به CNN گفتند که این تعداد شامل 1000 غیر نظامی از جمله 300 کودک می شود. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده است که تاکنون دست کم 2670 نفر نیز بر اثر حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. همزمان با بالا گرفتن احتمالات باز شدن جبهه جدید در شمال اسرائیل، ارتش این کشور در تدارک تخلیه 28 روستای هم مرز با لبنان است. به نوشته تایمز اسرائیل، نیروهای دفاعی وزارت دفاع اسرائیل در حال برنامه ریزی برای تخلیه غیر نظامیانی هستند که در شهرها تا شیوعای 2 کیلومتری مرز لبنان زندگی میکند. وزارت دفاع اسرائیل دلیل این اقدام را حملات موشکی حزب الله و گروه های فلسطینی در روزهای اخیر عنوان کرده است. این وزارتخانه اعلان کرده است که ساکنان این منطقه پس از تصویب این طرح توسط وزارت دفاع به مکان امن دولتی منتقل خواهد داد. اسرائیل آتش بست موقت را تکذیب کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه خبرهای منتشر شده مبنی بر موافقت اسرائیل با آتش بست موقت برای بازگشای گذرگاه رف و ورود کمک های بشر دوستانه را تکذیب کرد. تایمز اسرائیل اعلام کرده است که در بیانیه کوتاه از دفتر بنیامین نخست وزیر آمده است در حال حاضر هیچ آتش بستی برای کمک های بشر دوستانه در نوار غزه و خروج اتباع خارجی وجود ندارد.
برز سلام به نرخ اسعار امروز دوشنبه 24 میزان در بازار کابل خوش آمدید. یک دلار آمریکایی برابر است با 75 افغانی و 12 پول، یک یورو برابر است با 79 افغانی، یک دینار کویتی برابر است با 244 افغانی و 81 پول، یک پوند انگلیس برابر است با 92 افغانی و 16 پول، 1000 تومان ایرانی برابر است با 1 افغانی و 490 پول، 1000 کلدار هندی برابر است با 909 افغانی و 50 پول، 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 270 افغانی، یک لیره ترکی برابر است با 2 افغانی و 71 پول، یک درهم برابر است با 20 افغانی و 62 پول، همچنان یک ریال سعودی برابر است با 20 افغانی و 19 پول.